امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه. ریسک های ناشی از تحریم های آمریکا بر عهده خود شرکت های فرانسوی است. نمی توانم از توتال بخواهم از بازار آمریکا بیرون بیاید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا: ما از سران رژیم ایران می‌خواهیم مردم را غارت نکنند و پول آنها را به خاطر ماجراجویی‌ها در سوریه، یمن، لبنان و عراق هدر ندهند. کاخ سفید: رقت‌آور است که سپاه پاسداران ثروت مردم ایران را به یغما می‌برد تا جنگ‌ها در کشورهای دیگر را تشدید کند و تجارت بین‌المللی را تهدید نماید. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI نسبت به حملات سایبری جدید رژیم ایران هشدار داد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI هشدار داد هکرهای رژیم ایران می توانند حمله سایبری جدیدی به تجارت آمریکا و شبکه‌های دولتی این کشور در واکنش به خروج دونالد ترامپ از برجام انجام دهند. اداره پلیس فدرال آمریکا 3 خرداد 97 در یک هشدار اینترنتی به بنگاه‌های اقتصادی و تجاری در آمریکا گفت هکرهای سایبری خارجی فعال در ایران به طور بالقوه می‌توانند از طیف وسیعی از امکانات شبکه کامپیوتری از اسکن کردن شبکه‌ها به منظور عبور از سیستم‌های ضد آسیب‌پذیری در برابر حذف داده‌ها در مقابله با شبکه‌های موجود در آمریکا در واکنش به خروج دولت آمریکا از برجام استفاده کنند. در آگهی اداره تحقیقات فدرال آمریکا آمده است حملات سایبری پیشین رژیم ایران علیه اهدافی در ایالات متحده در تلافی به تحقیرهای مشاهده شده علیه رژیم انجام شدند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا هشدار داد هکرهای رژیم ایران ممکن است خروج آمریکا از برجام را به عنوان توجیهی برای افزایش حملات سایبری خود توجیه کنند. از سال 2016 تا 2017 سایبری رژیم ایران به صورت هماهنگ و گسترده کارزاری را برای نفوذ در شرکت‌های آمریکایی، مؤسسات آکادمیک و نهادهای دولتی را مورد هدف قرار دادند. به گزارش واشنگتن فری بیکن، رژیم ایران برای فعالیت‌های سایبری خود در برابر مؤسسات آکادمیک از نرم‌افزارهای ضد فیشینگ، استفاده از ایمیل‌های تقلبی برای به دست آوردن دسترسی به شبکه‌ها و همچنین گذرواژه‌های تقلبی استفاده کردند. هر دو روش به هکرها اجازه دسترسی به شبکه‌ها بدون روشن کردن هشداردهنده‌ها در کامپیوتر را می‌دهند. بنا به این گزارش رژیم ایران پشت حمله سایبری به شرکت نفت ملی عربستان سعودی در اوت 2012 بوده است که 10,000 کامپیوتر را نابود کرده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا به آموزش پرسنل درباره روش‌های هکرها و ابزار و اجتناب از کلیک روی لینک‌های بدخواهانه توصیه کرد. روز 3 فروردین 97 وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 مقام و 1 نهاد مستقر در ایران را به خاطر حملات سایبری تحت تحریم قرار داد. خبرگزاری رویتر گزارش داد آمریکا روز جمعه 10 فرد و 1 شرکت رژیم ایران را که در تلاش برای هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی و 10 شرکت و بخش‌هایی از دولت آمریکا از طرف دولت تهران بودند مورد تحریم قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت تحریم‌ها را علیه افراد متهم و مؤسسه مبنا اعمال می‌کند. شرکتی که دادستان‌های آمریکایی آن را برای کمک به سازمان‌های رژیم ایران تحقیقاتی برای دزدی اطلاعات توصیف کردند. در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، مایک پومپئو به سوالات متعدد اعضای کنگره در مورد اوضاع ایران و تهدیدهای رژیم حاکم پاسخ داد.
increasing pressure on Iran and checking its hegemonic moves is imperative. رئیس جلسه ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت افزایش فشار بر رژیم ایران و کنترل اقدامات هژمونی طلبانه آن ضروری است. برنامه موشک‌های بالستیکی غارپیمای رژیم ایران خطری است که متوجه ماست. آقای وزیر، سخنرانی روز دوشنبه شما استراتژی را که برای مقابله با طیفی از فعالیت‌های خصمانه رژیم ایران نیاز است، تعیین کرد. چالش اکنون ارائه جبهه واحد با متحدانمان می باشد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت تحریم‌ها علیه رژیم ایران فراتر از تحریم‌های اقتصادی خواهد بود. پهنه وسیعی از اقدامات وجود خواهد داشت که همانا محروم کردن رژیم ایران از تولید ثروت و فرصت‌هایی است که به آن اجازه داده تا جهان را تهدید کند. ما باید اهرم‌ها را به کار بگیریم تا به مردم ایران اجازه بدهیم توسط رهبرانی که خودشان انتخاب می‌کنند حکومت شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا افزود روز دوشنبه من یک جهتگیری جدیدی را در مورد استراتژی پرزیدنت ترامپ در مورد رژیم ایران طرح کردم. ما فشار اقتصادی بی‌سابقه ای را در هماهنگی با همکارانمان در وزارت دفاع علیه این رژیم به کار خواهیم گرفت. از مردم ایران حمایت خواهیم کرد. رژیم ایران باید رفتارش را تغییر دهد. ما خواهان همکاری هرچه بیشتر دوستان، شرکا و متحدان برای رسیدن به اهداف مشترک هستیم تا تمامی تهدیدات اتمی و غیر اتمی رژیم ایران را متوقف سازیم. تحریم‌ها با یک زمانبندی 90 روزه و 180 روزه در موارد مختلف علیه رژیم ایران اعمال می‌شود. البته این تحریم‌ها همین امروز برقرار هستند. وزیر خارجه آمریکا گفت در رابطه با حزب الله لبنان نه تنها آنها مشکلی در لبنان هستند بلکه مشکلی در سوریه نیز هستند. این گروه توسط رژیم ایران تأمین مالی و تغذیه می شوند. بخشی از استراتژی ما کاهش ظرفیت حزب الله برای ایجاد ویرانی، خرابی و انجام عملیات‌های تروریستی در سراسر جهان است. تقریبا در 3 سال برجام رژیم ایران در سراسر خاورمیانه حالت مهاجمانه داشت. آنها فعالیت‌های شنیعی انجام دادند. رژیم ایران یا باید به مواد اعلام شده توسط مایک پومپئو عمل کند یا با مجازات‌ها و تحریم‌های شدیدتری مواجه می‌شود. این هفته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا استراتژی واشنگتن علیه رژیم ایران را بعد از خروج این کشور از برجام اعلام کرد. رژیم ایران باید بداند که این تنها یک شروع است. در صورتی که از مسیر غیر قابل قبولی که انتخاب کرده برنگردد، مجازات ها علیه آن دردناک خواهند بود. این مجازات ها وقتی که تکمیل شوند، قدرتمندترین مجازات‌های تاریخی خواهند بود. رژیم ایران سال‌هاست که در گوشه و کنار خاورمیانه جنگ را ادامه داده است. اسکای نیوز. به گفته پومپئو، استراتژی آمریکا محقق کردن چیزی است که توافق اتمی آن را محقق نکرده است. رژیم ایران می‌تواند با برآورده کردن این خواسته‌ها از نوشیدن سم دوری کند. هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد. توزیع سلاح و شبه نظامی در خاورمیانه از یمن گرفته تا لبنان و افغانستان میبایست که متوقف شود. تهدید دریانوردی در دریای سرخ و شلیک موشک به ریاض و جولان باید متوقف شود. حمایت سپاه پاسداران از تروریسم جهانی میبایست که پایان یابد. موشک های بالستیکی و غنی‌سازی اورانیوم و آب سنگین تماماً باید به تاریخ سپرده شود. و یک موضوع جدید خواسته روشن آمریکا این است که عوامل این رژیم از سوریه خارج شوند. یک تحلیلگر آمریکایی فکر کنم سخنرانی وزیر خارجه آمریکا خیلی روشن بود. واشنگتن مجموعه‌ای از خواسته‌ها داشت که به رژیم ایران عرضه کرد. به این دلیل
پومپئو از نظر من قدرتمندترین سخنرانی را طی سالهای گذشته داشت. این سخنان به معنای اعلام قاطعانه پایان توافق اتمی هم بود. ما نیاز به راهی داریم که طمع‌های اتمی رژیم ایران، حمایتش از تروریست‌ها و دخالت‌هایش در سوریه و یمن را متوقف کنیم. باید به رژیم ایران گفت دیگر بس است. این رژیم در همه جا دخالت می کند و آشوب به پا می کند. اظهارات دو تحلیلگر سیاسی. خطار ابوزیاب، استاد روابط بین المللی در دانشگاه پاریس. اعتقد ان غالبیت الدول الاوروپیه المهتمه بملفات الشرق الاوسط ستكون ضمن هكذا تحالف. اغلب کشورهای اروپایی پرونده‌های خاورمیانه را دنبال می‌کنند و در ائتلاف علیه رژیم ایران خواهند بود، حتی اگر تناقضی بر سر باقی ماندن یا نماندن اروپا در توافق اتمی با رژیم ایران وجود داشته باشد. آنها بر سر بسیاری مسائل با آمریکا در یک جبهه هستند، از جمله نظارت شدیدتر روی رژیم ایران و برنامه موشک‌های بالستیکی و حمایت این رژیم از تروریسم و دخالت‌هایش در امور کشورهای یمن، عراق، سوریه و لبنان. همه می‌دانیم که آقای تیلرسون که دست‌اندرکار معاملات نفتی بود، مهار رژیم ایران را دنبال نمی‌کرد. اما از نظر پومپئو می‌بایست رژیم ایران را از طریق دیپلماتیک و ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی مهار کرد. به نظرم دولت ترامپ در این رابطه جدی است و مهار رژیم ایران از اهداف اصلی این دولت است. بعد از بیرون کشیدن از توافق اتمی شاهد موج مجازات ها بودیم و الان می‌بینیم که این موج سیاسی شده است. این موج برای مهار رژیم ایران ادامه خواهد داشت. فکر می‌کنم که گام بعدی حمایت از اپوزیسیون رژیم ایران باشد. سيكون هناك بتقدير دعم للمعارضة الإيرانية في الداخل سيد خليل الخليل أكاديميسيان وعضو برلمان سعودي أعتقد أن الدور سيكون رئيسي دور المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الإمارات البحرين كذلك نقش عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس، نظیر امارات، بحرین و مصر در ائتلاف علیه رژیم ایران اساسی خواهد بود. کشورهایی که به این منظومه خواهند پیوست، همان کشورهایی هستند که به عضویت ائتلاف عربی و اسلامی درآمدند. این کشورها می‌خواهند از نظر امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران مقابله کنند. رژیم ایران مستحق رویارویی است و مستحق آن است که علیهش اعلام جنگ شود. رژیم ایران از شبه نظامیان فرقه گرا حمایت می کند و برای آنها و آموزش آنها هزینه می کند. در منطقه آشوب به پا می کند. علاوه بر آن با موشک‌های بالستیکی از این شبه نظامیان حمایت می کند. به عربستان سعودی بیش از 128 موشک شلیک کردند. در کشورهای منطقه مانند سوریه، عراق، لبنان و یمن دخالت می کند و تنها در این کشورها دخالت نمی کند، بلکه در آنها شبه نظامی دارد. ما باید به رژیم ایران بگوییم کافی است. می بایست که به مردم ایران و مخالفان ایرانی هم بگوییم که صدایشان را بلند کنند. به نظر من این ائتلاف مهم است و در تاریخ منطقه یک نقطه تحول است، زیرا یک نظام جهانی جدید برای 50 سال آینده است. وهو نقطة تحول في تاريخ المنطقة بل هو تأسيس لنظام عالمي جديد للخمسين سنة القادمة. پنتاگون میگوید تمامی تلاشش را میکند تا از رفتار بی‌ثبات کننده ی رژیم ایران در خاورمیانه جلوگیری کند. گزارشی درباره این هشدار پنتاگون. البنتاگون يدرس اتخاذ اجراءات جديدة ضد ايران. اعلان ياتي عقب خطاب وزير الخارجية سكاي نيوز. پنتاگون اقدامات جدیدی علیه رژیم ایران اتخاذ میکند. این موضع‌گیری به دنبال سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صورت می‌گیرد که بر سمت‌گیری بسیار شدیدتر علیه رژیم ایران تأکید کرد.
پنتاگون رژیم ایران را یک نیروی آشوبگر و برهم زننده ثبات در خاورمیانه توصیف کرد و گفت تمام تلاشش را به کار می‌گیرد تا از ادامه این اعمال جلوگیری کند. سخنگوی پنتاگون از افشای گام‌هایی که اتخاذ می‌شود خودداری کرد، اما گفت از هیچ گونه اقدام ضروری کوتاهی نخواهد شد. وی تأکید کرد پنتاگون در حال تدوین برآوردی است در این رابطه که آیا اقدامات کنونی را افزایش دهد یا تدابیر جدیدی اتخاذ کند. پنتاگون اعلام کرد بر اساس استراتژی جدید برای مقابله با رژیم ایران کار می‌کند. استراتژی جدیدی که تمامی دولت آمریکا با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف بر اساس آن کار می‌کنند. همان چیزی که مایک پومپئو در جریان ارائه استراتژی جدید بعد از خارج شدن از توافقنامه اتمی برجام با رژیم ایران به آن اشاره کرد. او تأکید کرد وزارت خارجه آمریکا با پنتاگون و متحدان واشنگتن در خاورمیانه کار خواهد کرد تا هر گونه دشمنی رژیم ایران را پاسخ دهند. به نظر می رسد شدت یافتن این تحریم ها علیه رژیم ایران گام اول است. پومپئو اعلام کرد فشار مالی بی سابقه ای علیه رژیم ایران را از طریق تحریم هایی که آن را شدیدترین نوع تحریم در تاریخ نامید اعمال خواهند کرد. واشنگتن به رژیم ایران هشدار داد که با فعالیت های رهبران این رژیم با قاطعیت تمام مقابله خواهد شد و اگر برنامه اتمی خود را از سر بگیرد و غنی سازی اورانیوم را شروع کند، آمریکا آماده پاسخگویی است. مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیر عامل فیسبوک، در جریان جلسه استماع خود در پارلمان اروپا از کاربران به دلیل نقص‌های اطلاعاتی عذرخواهی کرد. مارک زاکربرگ گفت فیسبوک آماده سرمایه‌گذاری برای افزایش ضریب ایمنی حفاظت از داده‌های کاربران است. مدیرعامل فیسبوک در حضور نمایندگان پارلمان اروپا گفت اروپایی‌ها بخش بزرگ و با اهمیتی از کاربران فیسبوک را تشکیل می‌دهند. در ادامه زاکربرگ از جنبه‌های مثبت تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی صحبت کرد و گفت بعد از حملات تروریستی پاریس، برلین، لندن و بروکسل، مردم از ویژگی فیسبوک در اعلام سلامت بعد از وقوع حادثه استفاده کردند. مدیرعامل فیسبوک گفت 18 میلیون بنگاه تجاری کوچک در کار خود از فیسبوک استفاده می کنند و اکثر خدمات به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد. زاکربرگ تصریح کرد بیش از نصف این بنگاه ها توانستند با استفاده از خدمات فیسبوک کارکنان بیشتری استخدام کنند. زاکربرگ اذعان کرد در سالهای اخیر این موضوع روشن شده است که فیسبوک برای جلوگیری از آسیب‌های بالقوه این شبکه اجتماعی دارای ابزارهای مناسب نیست. این موضوع شامل اخبار جعلی، دخالت در انتخابات خارجی و سوء استفاده از اطلاعات خصوصی کاربران می شود. مدیرعامل فیسبوک خود را متعهد به یافتن راه حلی برای مبارزه با موارد فوق دانست و گفت من بابت نقص‌های اطلاعاتی فیسبوک عذر می‌خواهم. مدیرعامل فیسبوک اعلام کرد تا پایان سال بیش از 10,000 نفر از سراسر اروپا را استخدام خواهد کرد. زاکربرگ سخنانش را اینگونه به پایان برد: ما به اروپا متعهد هستیم. خالد الیمانی، وزیر خارجه جدید یمن، خواستار خلع سلاح شبه نظامیان حوثی شد و گفت رژیم تروریست تهران که شبه نظامیان را در سراسر جهان پشتیبانی می کند، در نتیجه فشارها توسط مردم ایران و فشارهای بین المللی در آستانه فروپاشی قرار دارد.